شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما، بفرمایید. بله بله، من دختر 20 ساله دارم، یه پسر 22 ساله دارم، به زودی 23 سالش میشه. دخترم هم دسام میشه 21 سالش، و الان دخترم تو کالج سال چهارم شروع شده. و مشکلی که ما داریم اینه که به شدت خرید میکنه و اصلا احتیاجی نداره. و الان اگه تشریف بیارین خونه ما، اتاقش جای نشستن میشه گفت نداره. خب یعنی پول از کجا میاره؟ متاسفانه همه رو قرض کرد از رو کردیت کارت. چرا بهش کردیت کارت دادید؟ دیگه در سن 20 سالگی توانایی اینو دارن خودشون بگیرن. خب بگیرن، اولین باری که نپرداختن کردیت کارتشون رو کنسل. ببینید، وقتی یه چیزی نه وقتی یه چیزی ضروری و حیاتی نیست، بلکه حتی گرفتاری و بیماریه، که من شما به عنوان پدر مادر نباید کوتاه بیاید. شما تمام حتی خانواده و فامیل رو هشدار میدید که بهش پول ندن، بعدم بذارید با سیستم بره به جنگ گیر بیفته با اونا، هیچ کمکش هم نکنید. بعدم باید بره دکتر. بله بله، اونو بهش گفتم. شما هر دو چند سالتونه؟ من و همسرتون. بله بله، خانومم میشه 62 سالش به زودی، منم 67. خب شما که دیرم بچه دار شدی. بسیار دیر، بسیار اشتباه. به من بگید خود شما هر دو چی خوندید، چه میکنی؟ من مدیریت خوندم، بعدش نرم افزار برای کامپیوتر. بعد خانومم هم دندان پزشک، منتها تو یونیورسیتی دانشگاه تدریس میکنه. شما چه مدل از امریکا هستی؟ من قبل از انقلاب. برحال عزیز، ببینید اون چی که شما درباره فرزندتون میگید، این یه چیز تنها نیست. این اولا چقدر شما در حدی که میدونید، اولا میتونید از وقتی کمی داریم، چند روزه مثلا گفته شده که ایشون منک دیپرشن داره، دو قطبیه، افسردگی و شیدایی و سرخوشی. چون معمولا از اونجا مقصودتون از بله بله چیه؟ منظورم اینه که الان که اون تراپیست رو میره، منتها هیچ موقع یک چی میگن بهش سایکایتریست تشخیص چیزی نرفته. پریز خب چرا نرفته؟ چرا نرفته؟ خیلی بهش میگم، بس بیمه هم داره، همه چی هم داره، بهش میگم تو اولین کاری که شما بعد اولین کاری که بکنی بری پر سایکاتریست یه چیز بگیری اونجا. خب بله معلوم شه، یه دیاگنوز میخواد، شما یه تشخیص میخواد. بله چرا نمیری؟ بله بله بله، هر چی اصرار میکنم میگه من اپوینتمنتو گرفتم، دروغ زیاد میگه. ما دروغ زیاد میگه خیلی. نه خب آخه مسائل دیگری هست. نه ببینید عزیز، من حرفی ندارم شما اون چی که میفرمایید، ولی شما اگر کاملا به این نتیجه برسید که فرزند شما کاراش، رفتارش، انتظاراتش عادی نیست، پس شما باید غیر عادی عمل کنید. غیر عادی اینه که نه پول بهش میدید، نه کاری به کارش دارید. اون موقع میره از کجا چیز میخره؟ بعدم وقت احتمالا فکر کنه بهتره بره دکتر، وقتی با مشکلات و مسائل روبرو میشه. بله. حالا به من بگید چه ویژه. آها بفرمایید. بله بله، خودش تو کالج درآمد بسیار خوبی داره، بسیار باهوش. از چی درآمدش؟ از چی؟ بله بله، اونجا کار میگیره، مثلا منیجمنت، مثلا منیجمنت که نه به اون صورت، ولی مثلا اونجا کلوزینگ، برای کلوزینگ مثلا بیلدینگ بهش پول میدن، اونجا میشینه مثلا 4-5 ساعت، کاری هم به اون صورت نداره. مثلا خب قبول، خب اون پولا رو بره خرج کنه. خب دست رو که با اونه. بله که بله. کالای زیادی نمیتونه بخره. بله بله بله، نه خیلی خریده، اصلا به همم کیفیت های خیلی سطح بالا، اصلا واقعا دیوانه شدیم. نه آخه ازم دیوانه شدن نداره، داستان این است که شما پول ندید، با پول درآمدی از یه همچی کارهایی که نمیتونی چیزایی زیاد بخری. ما پولی بهش ندادیم آقای دکتر، خودش از کجا آورده؟
آخه عزیزم چه در آمده؟ شما به من بگید دخترتون در ماه یا در... بیست ساعت تا 30 ساعت کار میکرد حتی تو کالج. بعدش هم تابستون ها سخت کار میکرد، پس انداز داشت، خوب کار میکنه. و بعدش هم اینه که الان هم خوب پول میدن آقای دکتر، ساعت 20 دلار خیلی خوب، ساعت 20 دلار ایشون به ما نمیدن. نه بیخودی مقایسه. شما فرض بفرمایید که ایشون 50 ساعت کار میکنه، 20 دلار در ماه میشه 4000 دلار. بله خیلی پول دست پولی ده. نه زیاد اینکه پولی دست لباس هم نیست که لباس خوب و گرون میخری. اگه لباس های ارزون میخری حالا 4000 دلار یا 8500 دلار. اوکی. شما باور بفرمایید 1000 دست لباس تو میخونه شاید بیشتر باشه. مثلا خب وقتی که وقتی بهش میگی چه توضیح داره، چه دلیلی برای این همه لباس داره؟ کسی که باید اینو بپوشه جایی هم نداره که بره. میگه I lost control. بنابراین وقتی من کنترلمو از صبر کنم، من پشت فرمون میشنم، مستم کنترل از دستم، پشت فرمون نمیشنم. کنترل بنت هیچ کریدیت کارتی بهش نمیدید، روزی 5 دلار 10 دلار میدید، 20 دلار بهش میدید برای خرج اون روز. پولاشو میده به شما. بله بله. خشم شدیدی داره وقتی این کارو باهاش بکنید. عجیب خونه رو به هم میریزه. کارهای عجیب و غریب میکنه. خب حالا به من بفرمایید رابطش با پسرها چطوره؟ دوست پسر چند تا داره؟ بله بله، چون ما خانومم مثلا خیلی سنتیه و اصلا خیلی مذهبی بوده وقتی اصلا اومده اینجا، شاید از اون چیز که یاد گرفته نمیدونم، ولی مثلا لباسای مثلا این دختره آمریکایی میپوشه ولی دوست پسر اینا نداره. میدونین چجوری میگم؟ مثلا لباسای کوتاه و فلان اینا میپوشه ولی مثلا جلوی ما رعایت ما را میکنه. خب من مطمئن نیستم شما اطلاعاتتون درست باشه، یک، ولی اگر اطلاعاتتون درسته فرزندتون بیمار عزیز. حالا به من بگید چه کارهای غیر عادی دیگه میکنه؟ هیچی، نمره هاش خوبه، پوشش بالاست، سعی میکنه ورزش کنه. نه سعی میکنه ورزش کنه یعنی چی؟ یعنی وقتی تابستون تو خونه است میره مثلا 2-3 شب 4 شب با دوستاش تو جیم بسکتبال بازی میکنن به این صورت. به من میگید یعنی شما برداشتون هست که رابطه با دوست با پسرهای مختلف و متفاوت نداره، درسته؟ فکر نمی کنم من. به من بگید درگیری آخه یه ذره وقتم کمه، آیا عادتی اعتیادی به سیگار مشروب چیزی داره؟ دقیقا ما تو خونمون هیچ موقع من نه چیز داشتم نه خانومم به هیچ چیز و جلوی ما هیچ چیزی نه. من راجبه او دارم سوال میکنم. بله بله متوجه هستم. بعد من هیچی از این از دوتا بچه حتی اونم بسوری که پسرم هم نه، یعنی هیچ کدومشون هیچی گونه هیچ چیزی ندیدم تا حالا. به من بگید که من به خاطر اینکه یک مقدار ایریسپانسیبلیتی شدید از فبروری شروع شده میترسم که حتما رویدی چیزی میکشه، ولی من هیچ اویدنسی ندارم. بگید که تو خونه بکشه که بوش مشخصه؟ نه یعنی همون مثلا تو کالج و اینا خیلی بی تفاوت شده، بی ایریسپانسیبل، دست ایریسپانسیبل. یعنی چی جا؟ یعنی چی مقصودتون ایریسپانسیبل؟ مقصود اینه که مثلا سوار ماشین میشه مثلا از با ایزی پاس مثلا تول مثلا با این دستگاه هست رفته بهش میگم اوکی تول شده مثلا رد کردی الان بده، نمیده مثلا شده 100 دلار با فاین و اینا، خب دست ریسپانسیبل. یا مثلا خرید زیاد لباس، دست ریسپانسیبل. عزیزم من نمیدونم، شما این پول خودشو خرج میکنه بذارید خرج کنه، بذارید حروم کنه. شما این بهش پول ندید چه دیگه جای نگرانی نیست، خودش داره بدترین هزینه. حالا شما من بگید خوابش رو شبا کی میخوابه، کی بیدار میشه؟ ما که تو کالج آبیسکی نمیبینیم ولی وقتی اینجا هست به نظر یه مقداری تو مثلا دیگه تابستون خونه بود تا زور میخوابید دیگه اش مثلا دو شب. چرا تو کالج هست؟ یعنی چی دور میخوابه؟ بله بله تو دور. اوکی. چی داری میخونه؟ رشته تحصیلیش چیه؟ متاسفانه همین پولیتیکال ساینس میخونه. حالا چرا بعدش خواهد بره وکیل بشه؟ میخواد بره تو سیاست مثلا، میگه میخوام من پرزیدنت بشم و از این مسائل. خب نه میدونم میخواد پرزیدنت بشه، ولی آخه میخواد چی بخونه بعد از اینکه پولیتیکال ساینس؟ میگه میخوام همون وکالت بخونم آقای دکتر. خب معلومه، برای که بهترین رشته ای که معموله در امریکا
وقتی شما پولیتیکال ساینس میخونید میخواید برید لای سکول، خیلی خوب، این که هدف بدی نیست، خیلی خوب هم درس بکنه که میخونه، این چیزاش خوبه. نگرانی دروغ گفتن آقای دکتر، شدیدن دروغ میگه ما رو میپیچونه. خب برای که آخه من یکم نگران اختلال شخصیتی بوردرلاین هستم. چقدر تهدید به خودکشی میکنه؟ آه یه چند دفعه ای کرده ولی همش بلاف میزنه. ولی نه چند انجام داده یا فقط گفته؟ نه فقط حرف میزنه، میگه I feel like بعضی موقع میگه I feel like I wanna kill myself. من نمیدونم چقدر حقیقت داره یا نداره. نه اولا خب دختر تو معلومه منیک دیپرشن داره. شما هیچ وقت درباره دو قطبی منیک دیپرشن به اندازه کافی شما همسرتون میدونید؟ من یه مقداری میدونم، برای اینکه یه با یه خانومی دیت میکردم یه مقداری میدونستم. خب حالا اون کمک تو میکنه، شما برن میتونین رو پیدا کنید. من تو سی دی افسردگی هم تمام علائم و بعد نشانهای دیپرشن منیک رو آوردم و یه دور بشنویدش کمک کنه، برای که ببینید شما با کی طرفی و بعدم این حالات از نظر نظافتش، حمام رفتنش، اینا چگونه است؟ عادیه. از نظر پوشیدن لباس، آرایش، عادیه یا غیر عادیه؟ عادیه، بسیار عادیه، بسیار تیستفول. بسیار. از نظر خوردن، وزن، اینا چگونه است؟ همش شکر، چیزای شکر و شکلات و آشغال، جانک فود و قبول. ولی وزنش چطوره؟ اضافه است؟ کمه؟ خب ما هممون تقریبا میشه گفت هممون همیشه لاغر اون سمت بودیم، اینم الان اینطوریه، ولی فکر نمی کنم بمونه به اون صورت. اوکی، حالا اونو که نمون، برای آینده ای که نیمده نگران نیستیم. پس خوابش مسئله خاصی نداری؟ نظافتش رو نداری؟ تغذیهش رو نداری؟ اتاقش همش لباسا، همه رو مثلا ما 3-4 روزها لباساشو به اصطلاح جاگذاری کرد، چی میگن مثلا منظم کردیم و خودش برجام کردیم و خودش همه رو میریزه رو زمین. میگیم خب شما چرا این کارو میکنید؟ برای اینکه رو اعصابمونه. نه دیگه رو اعصاب شما که نمیدونید فرق بجو از کی تو توی اتاق پهلوی که لباسا رو هم ریخته رو اعصاب آدم میاد عزیز. بعد تو مهمونمونم بود. آخه شما و همسرتون معلومه یه باورهای خاصی دارید که خیلی همینجاست که ای بسا بچه به اینجا رسید. یعنی چی؟ اتاقش کسی خر رو هم ریخته که ریخته. چیکار شده؟ وقتی کسی مغزش به هم ریخته همه چیز قاطی شده، چه اهمیت داره که کفش و لباسش سر جاش یا نیست؟ آپارا به من متاسفانه وقت کمی است، ممکنه به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری شما، پدری مادری همسرتون، بیماری های روانی که شناخته شده یا رفتاری که غیر عادی بوده چی بوده؟ شناخته شده برادر من یه سری مشکلات داره ولی من نمیدونم چی هست. خب تشخیص چیه؟ بله نمیدونم تشخیص چی بوده ولی آچه مثلا مشکلش چیه؟ مثلا واقعا مشکل گفتنش، مثلا اصلا اینجا بزرگ شده و مثلا با من کانکت نمی کنه، یا میاد مثلا اینجا من پسرشو نگه می دارم به من بی احترامی می کنه، یا مثلا اصلا کانکت نمی کنه با خانواده، اصلا she's completely disconnected with her family. حالا اون که بیماری نیست عزیز، من می خواهم بینم مشکل دیگه غیر از برادر. شما چند تا خواهر برادر هستید؟ من از طرف من من پسر دومم 4 بودیم، 3 پسر بعد یه خواهر بعد من اومده. بعد حالا من میخوام بگم تو خانواده پدری، یعنی خانواده شما، بیمار روانی، استراب، افسردگی، وسواس، خشم، چیزای دیگه، خودکشی، اعتیاد؟ نه اینکه کسی که کار نکنه، ازدواج نکنه، زندگی نکنه. برادرم ازدواج نکرد، همون کوچیکه که براتون گفتم اون ازدواج نکرده، ازدواج کرد 6 طلاق افتاد گرفت. حالا اون نمیشه به من بگید خانواده همسرتون چی؟ اون برادرش، اونم ایریسپانسیبل و یه برادر داره بسیار ایریسپانسیبل، دروغگو و غیر قابل اطمینان، و ولی اگه نظرهایی هم خیلی پسر خوبی، یعنی کارهای مثبتی میکنه، ولی کارم نداره همچو علافه. مثلا کار مثبت یعنی چی؟ مثلا از پدر مادرش نگهداری میکنه، همچین چیزی.
یعنی بیکاریه. چند سالشه این برادر؟ دیگه نزدیک 60 بعد باشم. یعنی یه آدم 60 ساله از کار نمیکنه ولی از پرمیدارش مراقبت پرد میشه، آدم خوب؟ اصلا آخه من ملاکای شما رو نمیفهمم عزیز. ببینید اوکی، حالا به من بگید که شما نگران چه چیزی در مورد دخترتون هستید؟ همون که شما فرمودید، آیا منیک دیپرشن داره؟ چون من فکر می‌کنم که یک دختر شما منیک دیپرشن داره، بر اساس حرفا میتونه زمینه شخصیت بوردرلاین، یعنی آنچه که به عنوان بوردرلاین پرسونال دیسوردر، شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار داشته باشه. و خب مثلا این مدار شما باید در این زمین ها بیشتر بدونید عزیز. یعنی اولا این دانش رو میشه براتی داشت درباره اختلال شخصیت ها. 14 ساعت وقت صرف کنید 10 تا شخصیت رو که مشکل و ضرر روانی گرفتن تو سی دی یا یو اس بی شخصیت ناسالم هست، هر 10 تاش یا شخصیت سالم رو، اون رو لطف کنید. بعدم افسردگی رو و اضطراب رو یه مقدار آگاهی خودتون رو بیشتر کنید که بدونید کجا قرار دارید و بتونید یه تشخیص بدید. بعدم تنها کاری که شما میتونید بکنید که میتونه مفید باشه، یه جوری راضیش کنید، قانعش کنید، یه کاری کنید، یه روانشناس، یه روانپزشک ببینه، چون یه تشخیص ما میخوایم. حتی اگر بیاد روی خط، ای فارسی برده من، اگر نمیتونه بره رو خط فرید روزهای جمعه 4 تا 6 همینقدر که حرف بزنه میشه فهمید چشه. با من یه قسمت حرف بزنه من میفهمم مشکل مسئله روانیش چه، هرچی میخواد بگه، راست بگه، دروغ بگه، فرقی نمیکنه. یعنی شما یه تشخیص میخواید ازش، یه تشخیص. اصلا تشخیصی که 98% حلال مسائل و مشکلات شماست. بعدم سابقه خانوادگی رو چک کنه، چون یه مقدار علائم بیماری هایی نشون میده که میتونه بعدن کار دستتون بده. چون برخی از اوقات من نمیدونم تو خانواده چک کنید، اینکه از خانواده پدری و مادری هم برادر شما هم برادر همسرتون یه مسائلی دارن جای گفتگو داره. اینکه واقعا چه هست رو نمیدونم. حالا اگر اطلاعات بیشتری شما یا همسرتون داشتید یا اگر اطلاعاتی جمع کردید و اگر خواستید یه ایده کلی داشته باشید زنگ بزنید با هم صحبت کنیم. ولی حتما پیشنهاد میکنم شما اولا اون سی دی یا یو اس بی افسردگی 8 ساعت بیشتر نیست، شما و یا همسرتون بشنوید، حداقل ببینید کجاش به دخترتون میخوره یا نمیخوره. بعدم اگر رفتید شخصیت ناسالم، اون اختلال شخصیت ها یکی از اونا که بیشترینه که نگران کنه است بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، که اتفاقا دو تا خواهر عزیز روانشناس درباره صحبت کردن، برای که موضوع فوق العاده مهمی است. و یا شخصیت هیستریانیک هیجانی نمایشی، چون اونم میتونه اونجا باشه. یا نارسیسیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت خودشیفته. یه شناختی اگر پیدا کنید حداقل میتونید بدونید که چه خبره. اگه لازم شد لطف کنید تلفن کنید، ولی حتما پیشنهاد و توصیه بیشتری من اینه که یک، یه روانشناس یا یه روانپزشک دخترتون رو ببینید، یا شما و همسرتون یه وقت 2 ساعته بگیرید با یه روانشناس و یا روانپزشک برید کل زندگی رو تعریف کنید، چون میشه فهمید چه خبره. من اینجا یه مقدار محدودم دست، یعنی شما دو نفر، شما و همسرتون هم میتونید تشریف ببرید، یه وقت 2 ساعته داشته باشید، کاملا میتونید جوابگو باشید که با یه احتمال 70-80-90% میشه فکر کرد و حد زد که چه، شاید اون موقع یه راهی هم برای اینکه بشه دخترتون رو راهی روانشناس روانپزشک کرد پیدا بشه، چون من این کار رو بارها در این زمینه کردم. به هر حال امیدوارم موفق باشید. اگه دلتون خواستم لطف کنید بیارید دوباره رو خط با هم صحبت کنید. دستتون درد نکنه. خواهش کنم، لطف کردید.